این منبری رسول است. من بیچاره ضعیف یک دهقان بچه، من خیلی کمتر هستم از اینکه در این منبر بشینم. وقتی در این منبر میشم تمام جان من میلرزد. این کاری آسان نیست. این منبری رسول است. وقتی که در منبری رسول بلند میشوی و به الفاظ شنی و قبی به بندگان خداوند خطاب میکنی، آیا یک روز سیرت طیبه پیغمبر و اخلاق نبوی را، خصوصا اسلوب و شیوه دعوت پیغمبر بزرگوار را یک صفحه یک ورق زدی؟ از فراز منبر متاسفانه با کمال تاسف بس اوقات میبینیم که از بعضی خطبای ما حتی مردم مسخره ساختن، خودم مسخره ساختن. روزی پیغمبر بزرگوار در وقتی ارائه خطبه نماز جمعه، استماع خطبه نماز جمعه واجب است، استاد هستن و خطبه را ارائه میکنن در مسجد، صدای دول و سرنه تجار آمد. قوافل تجارتی که از طرف شام می آمدن، عادت مردم مدینه بود که به استقبالشان می بر آمدن با دول و سرنه. مقتدیا وقتی که دول و سرنه شنیدن رفتن. در یک روایت 18 نفر در مسجد ماند و در یک روایت 12 نفر و همه بر آمدن به تماشای دول و سرنه. والله از زبان مبارکشان یک کلمه زشت نبرآمد. خطبه را تکمیل کردن، نماز ادا کردن، سوره جمعه نازل می شود و چقدر زیبا می فرماید الله: و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. وقتی که تجارت دیدن، قوافل تجارتی را دیدن و یا ساز سرود دیدن، انفضوا الیها، رفتن به طرف از او و ترکوک قائمات را در بالای منبر تنها گذاشتن. الله کدام لعنتی به اونها نگو به اشتباه کردگیشان. رسول الله علیه الصلاه و السلام به اونها الفاظ ناشایسته استعمال نکرد. چقدر تداوی عالی، نسخه چقدر خوب. الله چی میفرماد؟ قول برایشان بگو: ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره، آنچه که به نزد پروردگار است بهتر است از سال سرود و از تجارت. والله خیر الرازقین، الله بهترین دست دهنده است برای انسان. او جناب مبلغ، او دایی صاحب، حضرت دعوتگر، سر بزن به دسترخوان پیغمبر که برخوردشان چطور بود. به شخصی در مابین مردم خطاب نکرده که توی کار کردی، نه خیر، بلکه در صورت که اشتباهی از کش سر میزد میفرمم ما بال و اقوام. حتی فقط شخصی که اشتباه کرده او میفهمید، دیگه کس نمیفهمید که اصلا اشتباه را کی کرده است. امروز من و تو میکوشیم که مسلمان که از پیش اشتباه سر بزن، از فراز منبر با آبرو و عزتی از او تجاوز میکنیم. لا حول ولا قوت الا بالله. بناهن جناب دعوتگر باید که در قدم رسول علیه الصلاه و السلام بیفتیم و از ایشان بپرسیم که اسلوب و شیوه دعوت چطور بود، چقدر مردم از این دین بیرون ساخته ایم من و تو، و یا چقدر مردم باعث هدایت شدیم. گپ اینجاست، چقدر مردم از این دین متنفر ساخته ایم و یا چقدر انسان ها را به این دین باعث هدایت شدیم.